من یه سگ سیاه داشتم، اسمش افسردگی بود. هر وقت سر و کلش پیدا می شد انگار همه چیز تو زندگیم کند می شد و تمام احساساتم از دست می دادم. هیچ وقت و وعده‌ای هم نداشت، یهو سر و کلش پیدا می شد. سگ سیاه هم ظاهرم رو مسن‌تر نشون می داد، هم از درون حس می کردم پیرترم. سگ شده بود یه عینک سیاهی که باید همه چیز از پشت اون می دیدم. همه از زندگی لذت می بردن، اما واسه من کارهایی که معمولاً شادم می کرد یه دفعه تمام لذتشون برام از بین رفت. این سگ سیاه که می اومد کلن اشتهام کور می شد. وقتی که بود اصلا نمی تونستم تمرکز کنم، انگار همه چیز یادم می رفت. هر کاری می خواستم انجام بدم، مخصوصاً این که برم بیرون از خونه، این سگ می پرید و پاچم آنچنان می گرفت که دیگه نمی تونستم تکون بخورم. تو جمع‌های دوستانه همه اعتماد به نفسم رو می‌گرفت. به خاطر انگ و برچسب منفی سگ سیاه تمام مدت نگران این بودم که بقیه بفهمن. برای همین انرژی خیلی زیادی رو صرف کردم که قایمش کنم، چون تمام مدت باید یه جوری رفتار می‌کردم که نبودم یا نمی‌خواستم کلی ازم انرژی می‌گرفت. انگار سگ سیاه منو مجبور می‌کرد که به چیزای منفی فکر کنم و حرفای منفی بزنم. منو غیر قابل تحمل و بد اخلاق میکرد. میتونست عشق منو ازم بگیره و روابط عاشقانمو نابود کنه. شبا وقتی میخوابیدم دائما تو سرم واق واق میکرد و پنجه میکشید. بیدارم که میشدم افکار منفی و تکراری دوباره و دوباره تو ذهنم میامد. همش بهم یادآوری میکرد که قرار فردا چقدر خسته باشم. داشتن یه سگ سیاه توی زندگی به معنای غمگین و بی‌حوصله بودن نیست. بدتره، انگار هیچ حسی نداشته باشی. هرچی سنم بالاتر میرفت سگ سیاه هم بزرگتر میشد. دیگه تمام مدت همراهم بود. با هر چی دم دستم میامد میزدم که بره و تنهام بذاره، ولی اون همیشه پیروز میشد. تا یه جایی که فکر کردم مبارزه نکردم برای من خیلی راحت تر از درگیری مداوم با اونه. در نهایت منم برای خودم نسخه پیچیدم، نسخه های مضری که اصلا کمکم نکرد. کم کم منزوی شدم، دوری از همه چیز و همه کس. بالاخره سگ سیاه موفق شد که زندگی منو کاملا بدزده و از آن خودش کنه. وقتی همه لذت های زندگی رو از دست میدی، شروع میکنی به این فکر که اصلا چرا باید زنده باشم. خوشبختانه اینجا بود که اولین قدم برای بهتر شدن رو برداشتم که نقطه عطف زندگیم شد. یاد گرفتم که مهم نیست که کی باشی، سگ سیاه سراغ میلیون ها میلیون نفر میره. همینطور یاد گرفتم یه راه حل جادویی برای خلاصی از سگ سیاه وجود نداره. مراقبه و مدیتیشن به بعضی ها کمک میکنه، ولی بعضی ها ممکنه درمان دیگه ای نیاز داشته باشن. یاد گرفتم اگه از نظر عاطفی با کسایی که بهت نزدیکن رو راست باشی، واقعا زندگیت از این رو به اون رو میشه. مهمتر از همه یاد گرفتم از سگ سیاه نترسم. حتی تونستم یه چیزایی بهش آموزشم بدم. هرچقدر بیشتر خسته و بیقرار باشید، صدای واق واق سگ بلندتر میشه. واسه همین مهمه که یاد بگیرید چطوری ذهنتون رو آروم کنید. از نظر بالینی ثابت شده که ورزش منظم برای افسردگی های ملایم و متوسط به اندازه قرص ضد افسردگی موثره. برید قدم بزنید، بدوید انقدر که سگ سیاه از نفس بیفته. حال و هواتون رو هر روز توی یه دفتر یادداشت کنید. نوشتن افکارتون روی کاغذ تخلیه‌تون میکنه، باعث میشه خودتون رو عمیق‌تر بشناسید. بنویسید از داشتن چه چیزهایی قدردان هستید. مهمترین چیزی که باید یادتون باشه اینه که مهم نیست چقدر اوضاع بده. اگه شما مسیر رو درست انتخاب کنید و با افراد درستی مشورت کنید، روزهای سیاه سگی هم میگذره. نمیخوام بگم قدردان سگ سیاه هستم، اما اون برام یه معلم بی‌نظیر بود. مجبورم کرد که زندگی رو دوباره ارزیابی کنم، ساده ترش کنم.
یاد گرفتم که به جای فرار کردن از مشکلاتم بهتر با اونا رو در رو بشم. سگ سیاه ممکنه همیشه بخشی از زندگی من بمونه، ولی دیگه هیچ وقت اون هیولای سابق نخواهد بود.